من میخوام یه بشارت بدم و یک جمله ای رو از زبان شما خطاب به قدرت های فاسد مطرح کنم. بشارت این است عزیزان من، دوران حرمان تاریخی بشر در حال پایان است. هزاران سال تحمل ظلم و سختی، محرومیت های گوناگون، عدم چشیدن زیبایی ها و همه لطف و رحمت خدا، اینها رو به پایان است. دوران تجاوزها و اشغالگری ها و جنایت ها رو به پایان است. آشکارا میبینیم که دلهای جهانیان در حال چرخش است. ضرورت وجود امام، ضرورت حاکمیت امام، ضرورت عشق به امام به سرعت در دلها و اندیشه های جهان در حال انتشار است. و از اون طرف قدرت های فاسد به سرعت در حال افول و اضمحلالند، در بنبست کاملند، در مشکلات لاینحلند. فکر اونها، تدبیر اونها، برنامه ریزی های اونها با بنبست مواجه شده است. خوشحال باشید، قیامی که شما برپا کردید، مجاهدت هایی که پدران و مادران شما در طول تاریخ انجام دادند امروز در حال ثمر دادن است. و اندیشه ولایت و امامت، اندیشه حکومت جهانی تحت سایه امام و انسان کامل در حال جهانی شدن است. خوش به حال شما، خوش به حال پدران و فرزندان شما. اما جمله از زبان شما به مستکبران و خودخواهان، گوشاتون رو باز کنید. ملت ایران شما رو به خوبی ها دعوت می کند، به جایی دعوت می کند که به نفع خود شما هم هست، به انسانیت و کرامت. این یک دعوت الهی است. توجه کنید به این دعوت. اگر توجه و تبعیت کردید به نفع خود شماست، اما بدانید اگر توجه نکردید سنت خداست که به زودی زود با دست قدرت ملت‌ها از اریکه قدرت به حضیض ذلت کشیده خواهید شد. از راه‌های پراکنده تبعیت مکنید، از راه‌های گوناگون تبعیت نکنید که در بین شما تفرقه خواهد آمد و این تفرقه موجب رکود و انحطاط انسان و جامعه خواهد شد. امام باقر و امام صادق علیه السلام فرمودند این راه‌های متفرق راه‌های غیر از راه امام و راه امامت و راه ولایت است. وقتی امام نباشد فرصت به شیطان‌ها و شیطان صفتان میرسد. نگاه کنید وضعیت جهان را، چه خبر است؟ کیا در دنیا حاکمند؟ چه کار دارن میکنند؟ وجود امام رحمت است، لطف است، عشق و محبت است. او باعث این میشود که همه دلها به هم مهربان بشوند، همه محبت ها شکوفا بشود، همه دست ها به هم گره بخورد، استعدادهای زمین شکوفا بشود، ظلم ها و تجاوز ها و تحقیر ها و سرکوب های استعدادها همه از بین برود. اما وقتی امام نیست، امام غایب است، بشریت به امام دسترسی ندارد، فرصت برای حاکمیت ناصالحان به وجود میاد. ببینید چه میکنند در دنیا، چه بساطی رو درست کرده اند. ظلم را و دزدی را قانونی کرده اند، فساد را قانونی کرده اند، تجاوز و اشغالگری را قانونی کرده اند، تحقیر ملت ها، سرکوب ملت ها،
از بین بردن کرامت و شخصیت ملت‌ها را قانونی کرده اند، تضییع حقوق ملت‌ها را قانونی کرده اند، با قلدری، با گستاخی همه زشتی‌های زندگی شیطانی خودشون رو میخوان به نام قانون بین الملل بر ملت‌ها تحمیل بکنند. میبینید چه وضعی است؟ افغانستان رو ببینید، عراق رو ببینید، فلسطین را، یمن را، سودان را، همه جای زمین را، صدها سال بردهداری و استعمار را، و امروز هم قلدری ها و پررویی ها و گستاخی ها، دزدی های سازمان یافته از جیب ملت ها. میبینید، مطمئن هستم که شما هوشمندانه مسائل جهان رو تعقیب میکنید. وقتی که میگن فلان کشور 600 میلیارد دلار، 1000 میلیارد دلار کسری بودجه خودش را از طریق بانک مرکزی و یا خزانه داری کل خودش تأمین کرد، معنای این حرف این است که 600 میلیارد، 1000 میلیارد دلار غیر قانونی فقط کاغذ است، هیچی پشتش نیست، نه ثروتی پشتش هست، نه تولیدی پشتش هست، نه طلایی پشتش هست. 1000 میلیارد دلار فقط کاغذ در دنیا منتشر میکنند، در ازای او پول واقعی ملت ها، ثروت ملت ها، کالا و دسترنج ملت ها رو برمیدارن، میبرن به کشور خودشون، یعنی با یک نقاب، با یک ماسک فریبنده یک بار 1000 میلیارد دلار از جیب بقیه ملت ها برمیدارن و تقلب میکنند، یعنی مشکلات خودشان را، ضعف های خودشان را و گرفتاری های خودشان را به سایرین منتقل میکنند و ثروت ملت ها را به جیب های خودشون. عزیزان من، چرا این طور است؟ انسان هایی که اعتقاد به ولایت ندارند، هدایت شده از ناحیه امام نیستند، دلشون از عشق به امام سرشار نیست.